کوچ ایرانیان، با درود فراوان. همچنان در قرنطینه ایم. البته میدانید که قرنطینه ای که ویروس کرونا به ما تحمیل کرده در مقابل قرنطینه مهاجرتی و کوچ اجباری بسیار ناچیز است، ولی به هر حال این دوران سیاه غربت که همراه با جبر زمان هم هست سپری خواهد شد، و البته پس از گذار از دوران سیاه آقای ترامپ که این روزها چیزی به پایانش نمانده. امروز یک بار دیگر برمیگردیم به مرور 42 سال سیاه گذشته و دیدگاه پژوهشگری را جویا میشویم که شما به خوبی میشناسید، دکتر عباس میلانی. جایگاه عباس میلانی در ثبت تاریخ معاصر ایران را نباید دست کم گرفت. بگذارید از نظر خودم شروع میکنم. من که نزدیک به 42 سال است غربت گزیدم و سعی بر این دارم که تاریخ شفاهی این مهاجرت را به اندازه توان و امکانات خودم به ثبت برسانم، باید بگویم که طی این دوران هیچ پژوهشگری را به اندازه کیفیت و حجم کاری که دکتر عباس میلانی در غربت انجام داده نمی‌شناسم. نداشتیم پژوهشگری که بیش از 10 سال در مورد شخصیت فردی چون محمد رضا شاه پهلوی پژوهش و کنجکاوی موشکافانه و مستمری بکند. به همین جهت است که تأثیر تاریخ نگاری عباس میلانی در فرهنگ کنونی و آیندگان ما یگانه است. امروز میخواهم نظر این استاد تاریخ دانشگاه استنفورد را در ارتباط با ریشه این حکومت جهل و جنونی که بر سر ما خراب شده جویا شوم. در ضمن نقش کلیدی روشنفکران ما طی دوران 200 سال گذشته را که همیشه مورد سوال قرار گرفته. من در طی این دوران 42 ساله با دو شخصیت والا و شریفی همکاری نزدیک داشتم که شما خوب میشناسید، نادر نادرپور و بیژن مفید. البته عمر بیژن در این غربت اجباری بسیار کوتاه بود و او متاسفانه کشش این نابسامانی مهاجرت اجباری را نداشت. اما از اینکه بگذاریم، میبینیم که روشنفکری چون بیژن مفید هم با رژیم گذشته قهر بود. یکی از سوالهای من از آقای میلانی این خواهد بود که در دوران محمد رضا شاه پهلوی که سازندگی و رشد حقوق شهروندی و اقتصاد پیشرفته کاملا توسعه پیدا کرده بود، چرا روشنفکران ما چون نادر نادرپور و یا بیژن مفید با حکومت قهر بودند؟ با هم زمان را ورق می‌زنیم و به گوشه ای از دیدگاه بیژن مفید در تلویزیون ایرانیان IRTV که مربوط به تاریخ شفاهی 39 سال پیش است نگاه می‌کنیم. شرق سه، من در زمان رژیم گذشته شرق سه اجرا می‌شد. روی صحنه مثلا خانم شهبانو می اومد می دید، نگاه می کرد، مثلا دوست داشت آقای شاه، مرحوم شاه میل داشت مثلا ببینه، از من خواست که برم توی دربار اجرا کنم، گفتم من نمی کنم. همین آقای اردوان مفید، گفتم که من اجازه نمیدم که توی دربار اجرا بکنید. بله، هر کی هر تعبیری میخواد میتونه بکنه. بله، بگذارید در استودیو شماره 2 با شهر استنفورد در شمال کالیفرنیا تماس برقرار کنیم و ریشه این نابسامانی 42 ساله را از آقای دکتر میلانی جویا شویم. بینندگان گرامی، همانطور که قبلا اعلام داشتم، امروز گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر میلانی،
که در شمال کالیفرنیا تشریف دارند و متاسفانه ما به علت ویروس کرونا نتونستیم خدمتشون برسیم. سلام های دکتر میلانی. سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون. من خیلی خوشحالم که تصویر شما رو اقلا داریم، چون میدونید من هر ساله واقعا این فرصت پیش میمواد که بتونم خدمتون برسم در شمال کالیفرنیا حضوراً و مسائل و پژوهش‌های شما رو این مقداری در اختیار بینندگان اون بگذاریم. کم سعادتی بنده از قربانی ملعنت کرونا. بله بله، کرونا روابط رو اصلا داغون کرده بین افراد. آقای دکتر میلانی، همونطور که قبلا شاهد شدید، مدتی است که من با عده‌ای از پژوهشگران ایرانی در ارتباط با ریشه‌یابی مسئله سال 57 صحبت می‌کنم. یعنی واقعا این آواری که بر سر ملت ایران در سال 57 خراب شد، ریشه‌اش از کجا بوده؟ فقط در دوران پادشاه فقید بوده یا دوران مشروطیت بوده یا 500-600 سال قبل در دورانی که صفویه آغاز به کار کرد با شیعه‌گری یا قبل از اون؟ مایل هستم شما رو به عنوان یه پژوهشگری که در این راستا فعالیت بسیار گسترده دارید نظرتون رو بدونم. ولی ما فهم کنم جواب ساده‌ای نداره، یعنی میشه ریشه این قضیه رو به همون 1400 سال پیش برگردون، میشه به 1500 سال پیش برگردون و از سلوکی که در دوران پادشاهان ایران قبل از اسلام میشد، سختگیری هایی که بعضی از مغان زرتشتی میکردن، از اونجا میشه شروع کرد و آمد جلو. بسته به اینه که چه نوع تبیینی بخواید بکنید. اگه میخواید ریشه اون انقلاب رو بررسی بکنید، به نظر من خب بایستی اون ضربین رو متمرکز 40-50 سال اخیر کرد. اگر بخواید مسئله رو وسیع‌تر ببینید، چرا انقلاب مشروطه در ایران به یک چنین ملعنتی انجامید، باید حداقل 150 سال اخیر رو بررسی بکنید. اگر بخواید ببینید که چطور شد در ایران اکثرا سنی مذهب تشیع حاکم شد، چطور این پدیده روحانیت پیدا شد، چگونه اینها برای خودشون یک نکونی درست کردن، دفتر دستکش درست کردن، توزیع المسائل را انداختن، القاب را انداختن و جمهوری اسلامی به نوعی تداوم این خطه. و وقت باید برید با مجلسی رو شروع بکنید. اگه بخواید دوره مجلسی رو هم بگیرید، بازم باید برگردید با آمدن اسلام به ایران. چگونه شد که یک کشور بزرگی، امپراتوری بزرگی مثل ایران افتاد دست یک مشت عرب بادیه نشینی که اصلا از نام ایران هراس داشتن، ولی ایران رو شکست دادن. چطور شد که این شکست خودشون؟ اون رو باید برگردید به نظر من به اون تاریخ نگاه کنید. ما چند ماه پیش توی جلسه در گروه ایران شناسی استاد بیولوژی استنفورد رو دعوت کردیم به اسم ساپولسکی، خیلی استاد معروفیه. بله. و ازش خواهش کردیم در مورد بیولوژی و ریشه های بیولوژی تحولی صحبت بکنه و میگفت وقتی که شما مثلا یه واکنش عصبی یه بچه رو میخواید نگاه بکنید، میتونید به چند ثانیه قبلش نگاه بکنید، میتونید به آغاز نطق بندیش نگاه بکنید، میتونید برگردید به آغاز اصلا پیدایش پدیده‌ای به اسم انسان. بس ببینید که اون دوربین رو چقدر بخواید باز میگرد. من میدونم شما در زمینه انقلاب ایران مخصوصا در ارتباط با 40-50 سال گذشته، چون خودتون در رژیم گذشته هم به زندان افتادید هم مسئله داشتید، ولی تحقیقات گسترده‌ای کردید که تقریبا میشه گفت بی همتاست. من خودم شخص با اطلاعات خیلی مختصری که دارم تحقیقات شما رو در جایگاه میبینم که تقریبا بی نظیره. در کنار اون 7 جلد خاطرات آقای علم هست. به این ترتیب ما شناختی بیشتر پیدا میکنیم از رژیم گذشته که عامل جلوی دست بوده، همونطور که اشاره فرمودید جلوی دست بوده. ولی آیا فقط همین اشتباهات رژیم گذشته بوده که یک شخصی مثل آیت الله خمینی بتونه به راحتی بیاد کشور رو به دست بگیره و با چند جمله فریب خیلی خیلی عمیقی بده که قشر گسترده مردم بپذیرن که ایشون مایل ما رو نجات بده، به ورطه آزادی برسونه، و چگونه این فریب تونست تولید بشه آقای میلانی؟ دوباره من فکر میکنم واقعا بسته به اینه که چقدر بخواد آدم کنجکاویش رو عمیق یا چقدر گسترده بکنه. برگردیم به همین دوران شاه. اون دوران شاه رو، فضای روشنفکری دوران شاه ایران رو مقایسه بکنید با دوران رضا شاه.
روشنفکران برجسته مشروطه ایران رو نگاه بکنید، از ده خدا بگیرید تا جمالزاده، تا فروغی، تا هدایت، ذبیح، و اینا رو مقایسه بکنید با روشنفکران بعد از جنگ جهانی دوم. ببینید نظر اینها، یعنی امثال ده خدا، با نظر روشنفکرای ایران بعد از جنگ جهانی دوم در مورد مذهب چی بود؟ ببینید چند نفر از روشنفکران بعد از جنگ جهانی دوم در واقع در صدد برآمدن که به نوعی اسلام رو براش توجیه درست کنن، از مسلمانان خداپرست بگیرید تا آل احمد، تا بسیاری از این روشنفکرانی که حتی ادعای چپی داشتن. درسته. یعنی مسئولیت اونها در این که این همه در واقع جاده صاف کن شدن، وقتی که آل احمد میاد و اون مسیر رو صاف میکنه با اون مزخرفاتی که در مورد تاریخ مشروطه میگه، با اون مزخرفاتی که در مورد شیخ فضل‌الله نوری میگه، و اون وقت میشه کباد کش فضای روشنفکر ایران. او به اندازه هر سیاست نادرستی که شاه ممکنه اتخاذ کرده و هر سیاست نادرستی که ممکنه آمریکا اتخاذ کرده باشه و هر تیزهوشی که آقای خمینی ممکنه نشون داده باشه، مسئول این پیروزی هستن. تک علت نبوده، یه واقعا یه پدیده عجیبی، عوامل عجیبی دست به دست هم دادن. و اون وقت میشه مثلا ریشه یه پدیده مثل آل احمد رو دوباره در موردش گندوکاف کرد و بهش رسید. چطور شد ما از امثال فروغی امروز رسیدیم جایی که فروغی نشسته بود یه زمانی، الان یه میانمایه به اسم حداد عادل نشسته؟ بله. چطور شد؟ درسته. ولی این سوال رو مایل هستم از شما بکنم، چگونه است که روشنفکران در دو دهه آخر رژیم گذشته نسبت به شاه اصلا مستقیما دشمنی داشتن؟ توجه می‌فرمایید، یک دشمنی داشتن روشنفکران ایران در دو دهه یا سه دهه آخر مستقیما با رژیم گذشته که فعالیت‌های گسترده شروع کرده بود. ما خودمون دیگه لازم نیست جزئیاتش رو صحبت بکنیم. در ارتباط با مدرنیته ما هرچند مخالفت داشتیم با امر کمبود آزادی‌های سیاسی، ولی در تمام مراحل دیگه از نظر مدنی شهروند حقوقی داشت در کشور و کشور رو به جلو می‌رفت. ولی چگونه است که روشنفکران ما، همین عده‌ای که می‌فرمایید به اضافه حتی کسانی که ما خیلی دوست داریم مثل شاملو و دیگران، چرا بی‌مهر بودن نسبت به رژیم و اصولاً نهاد دشمنی در وجودشون به وجود آمده بود؟ من در جواب شما فکر می‌کنم باید به دو نکته اشاره بکنم. یکی این که اولا این درست نیست که همه روشنفکران ایران با رژیم شاه عناد داشتن. ما عادت کردیم که فقط اونهایی رو به اصطلاح روشنفکر بدونیم که عناد داشتن، ولی همه روشنفکران ایران نداشتن. فروزانفر روشنفکر درجه یک ایران بود، تقی‌زاده روشنفکر درجه یک ایران بود، مینوی روشنفکر درجه یک ایران بود، ابراهیم گلستان روشنفکر درجه یک ایران بود. اینها هیچ کدوم عناد نداشتن. شاهرخ مسکوب روشنفکر برجسته اون زمان بود. اصلا این شکلی که الان رایج شده، الان یه عده‌ای از طرفداران شاه فکر میکنن مسئول مستقیم تمام نکبت ایران روشنفکرای ایران بودن. اولا همه روشنفکرها با شاه مخالف نبودن، یه طیفی بودن. منم خودم جز اون طیف بودم و توضیح دادم که اشتباه میفهمیدم. من خودم برای هیچ کس دیگه صحبت نمی کردم. ما یه تلقی ساده انگارانه ای از ایران داشتیم، یه تلقی خیلی ساده انگارانه ای از شاه داشتیم، از اطرافیانش داشتیم، و بهاش رو ملت ایران داد و بهاش رو خیلی از خود این نسل دادن که یا آواره شدن یا در اونجا کشته شدن، غریب شدن به هر حال. ولی یه پدیده دیگری هم بود که اونها هم روشنفکر بودن، منتها فضای عام روشنفکری در دست نیروهای چپ بود یا در دست نیروهای مذهبی بود. اونها هم اون کنار داشتن کار خودشونو میکردن. اونها هم از خمینی بگیرید تا بسیاری دیگر از طرفدارانش دقیقا برای این طبع میکودن که شاه نه میخواد نه میتونه. ماهایی که به اصطلاح خواستار تجدد بودیم و همون چیزی که داشت شاه انجام میداد، ما خیلی بی‌بصیرتی کردیم که نفهمیدیم که
در این اینکه جاهایی با شاه حتما مسئله داریم، به هر حال در ایران نوع اقتدارگرایی وجود داشت، تغییرات کاملا درسته، تغییرات شگفتی داشت صورت میگیره، ولی قانون شکنی هایی هم بود دیگه. حزب ایران نوین قانون شکنی بود. ما متوجه نبودیم که در کنار اون قانون شکنی، همونطوری که شما گفتید، یه تحول عظیمی داره صورت میگیره. بعضی از حتی روشنفکران مخالف هم به این نتیجه رسیدن که باید این رو درک کرد. دوباره وقتی صحبت از روشنفکرای ایران میشه، فقط به یاد امثال شاملو میفتن که گاهی هم از رژیم پول میگرفتن، طبل مخالفت هم باش میزدن، گاهی اصلا باش قهر بودن. ولی غلام حسین صدیقی هم جز روشنفکرای ایران بود، تمام مدت در دانشگاه کار میکرد و وقتی هم که دید مملکت در خطره، تمام ثروت و سرمایه سیاسی خودش رو گذاشت رو میز، گفت من حاضرم دولت تشکیل بدم برای اینکه این نکبتی که در راه میدید نیومد. نیکا رو چرا یاد نیکا نمیکنیم؟ نیکا هم از روشنفکرا بود، نیکا هم از کسانی بود که 4 سال حبس کشید، در یه مقطعی دید اشتباه کرد. دقیقاً به همون جوری که شما میگید، نمیگفت ایراد نیست، ولی میگفت اون تحولی که داره صورت میگیره ابعاد مثبتش به مراتب بیشتر از ابعاد قابل انتقادشه. یه مسئله دیگه هم که به نظر من اضافه شد بر این نگاه ساده انگارانه، 28 مرداد بود. یعنی بعد از 28 مرداد یک حالت قهری بین این روشنفکران، این تیپ روشنفکران و رژیم ایجاد شد. دوباره یادمون نره همه روشنفکران بعد از 28 مرداد با شاه قهر نکردن. سید فخرالدین شادمان، توضیح بدم، دایی منه ولی من در موردش نوشتم، مقاله نوشتم، سید فخرالدین شادمان که یکی از برجسته ترین روشنفکرای زمانه در کابینه زاهدی شرکت کرد. کسانی که در کابینه زاهدی شرکت کردن و روشنفکر بودن کم نبودن. تو ما اونها رو روشنفکر نمیدونیم، چون فکر میکنیم روشنفکر کسی است که فقط به رژیم شاه فوش میده و خودش رو مستقل از قدرت میدونه، مثلا آل احمد. آل احمد رو روشنفکر میدونیم برای اینکه نوشته که بله ما فریدون هویدا نمیتونه نویسنده خوبی باشه برای اینکه برادرش نخست وزیر. مردی که اولا به برادرشه، بگذارید اینه که خود برادرش که روشن فکر درجه یکه. دقیقا. چرا ما نمیگیم که از فریدون هویدا در ایران اون زمان روشن فکر قدرتر، روشن فکری که از آغازگران کیود سینما بوده، یکی از معتبرترین مجله های سینمای تاریخ، اونجا مقاله می نوشته. رمانش قبل از اینکه آل احمد فرانسه یاد نگیره و از فرانسه ترجمه بکنه، جایزه برده در فرانسه. اون وقت آل احمد در مورد اون حکم میده. باید ایراد به اون بگیریم، ولی یاد اون نره هم فریدون هویدا هم امیر عباس هویدا اونا هم روشنفکر بودن. ما نباید بذاریم که این تعریف منسوخ از روشنفکر ما رو در تبیین تاریخ اون زمان به گمراهی بکشه. ولی در این حال حرف شما کاملا درسته. شما ادبیات اون زمان رو که میخونی اصلا باور نکردنی نوع نگاهی که به شاه دارن. و این عدم، خود من جزوش بودم در دورانی که در کنفدراسیون بودم، در مورد دیگران نمیگم، خود ما اصلا رسما میگفتیم که شاه نه میخواهد نه میتواند اصلاحات بکنه، هم میخواست و هم تونست. دقیقا. خب به هر حال این موقعیت پیش آمد. خواستم اینو عرض کنم خدمتتون، شاید هم یه مقداری خود رژیم در این مورد اشتباه کرده. در این مورد چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم حتما نمیتونه. ولی رژیم به نظر من، اولا رژیم چند وجه مختلف داره. دوباره به نظر من ساده کردن قضیه است. رژیم برخوردش با روشنفکرا ال بود یا بل بود؟ نه. در رژیم ملک فرح بود که یکی از روشنفکران برجسته و درستکار و درستندیش اون زمان، آقای قطبی، بله، از طرف او با حمایت او رادیو تلویزیون رو اداره می‌کرد. خانم امیر ارجمند، یک زن مدیر مدبر، کانون پرورش فکری ایران رو درست کرد.
ببینید چند نفر از برجسته‌ترین روشنفکران و سینماگران و آوازخونهای ایران، نقاش‌های ایران در کانون کار کردن یا از قبل کانون تونستن کاراشون رو منتشر بکنن. اینا هم جز روشنفکرا بودن و سیاست ملکه کلن جذب این نوع روشنفکرا بود. از یه طرف دیگه سیاست امیر عباس هویدا جذب یه گروه دیگه از روشنفکرا بود. نصف کابینه شو ببینید آدم های درجه یک بودن. مهدی سمیعی کم آدمی نبود. مهدی سمیعی چرا روشنفکر ما نمیدونه میشه؟ شاگردای برجسته است، رفته انگلستان فوق لیسانس گرفته، دوست اپریم هست، دوست نزدیک گلستان هست، دوست نزدیک سران جبهه ملی هست، خودش اهل کتاب انگلیسی دقیق میدونه، فرانسه کمی میدونه، دیگران هم هستن دیگه. میتونم چندین نصف از کابینه هویدا بگم که اونها هم روشنفکر بودن. اون یه تیپ داشت. علم یه سری روشنفکرهای دیگه دور و برش بودن. آدمایی که دور و بر علم بودن کم آدمایی نبودن. باهری دور و برش بود، توللی دور و برش بود. اینها داشتن سعی میکردن. یه گروه دیگه رو آقای نهاوندی داشت سعی میکرد جذب کنه. گروه اندیشمندان رو درست کرد. ما که در اپوزیسیون بودیم بهش خندیدیم، بهش ایراد گرفتیم، ولی اینها ده ها آدم درجه یک رو تونستن جلب بکنن. در مقابل اینها یه دم بودن که فکر میکردن کل این روشنفکران مخالفت و نباید بهشون در واقع میدون داد. میدون بدی سوء استفاده میکنن. شما میتونید وقت برای هم میزدن. علم تو خاطرات عملم که شما بهش اشاره کردید، ببینید چه جوری برای قطبی مثلا میزنه، برای طرفداران ملکه میزنه. درسته. به هر حال آقای دکتر میلانی، این سوال مطرح میشه که این دید امروز شما و یه قشر گسترده ای نسبت به اوضاع اون زمان، این سوال رو مطرح میکنه که اگر این اتفاق نمیافتاد، امیدوارم متوجه منظور من بشید، یعنی اگر این جمهوری اسلامی حاکم نمیشد و این 40 سال رو ما با این ذلت نمیگذروندیم، شاید هنوز نگاه ما نسبت به دوره شاه اونقدر تغییر پیدا نکرده بود. این از اون سوالهای تاریخی است که نمیشه جوابش داد. من البته خودم در مورد خودم دوباره میگم، من خیلی زود بعد از اینکه، حتی قبل از اینکه بیفتم زندان، ولی زود بعد از اینکه آمدم به این نتیجه رسیدم که حرفایی که ما در خارج میزدیم با واقعیت جامعه ایران ربطی نداره. برای من اصلا غیر قابل تصور نبود که به تدریج اگر این وضع دوران شاه ادامه پیدا میکرد، یه طیف نسبتا وسیع‌تری از روشنفکرای ایران، از تکنوکرات های ایران میپیوستن و دوران ایران رو میساختن. ایراد گرفتن به دوران شاه به نظر من دوباره این نظری است که الان متاسفانه در خیلی از طرفداران سلطنت قابل قبول نیست. اونها اون دوران رو به قول خودشون بهش میدونن، هیچ نوع ایرادی نمیپذیرن. اگر ایراد نداشت حتما این بلا بر سر ما نمیومد. همه مسئولیت متوجه رژیم نیست، بخشی از مسئولیت متوجه رژیم، بخشش متوجه آمریکاست، بخشش متوجه روشنفکرانه. اگر ایران در مسیر طبیعی خودش قرار میگرفت ادامه میداد. تمام شواهد نشون میده که الان وضع اقتصادی ایران چیزی شبیه به کره بود، چیزی شبیه به تایوان بود، حتما از ترکیه جلوتر بود. و آیا کماکان میشه تصور کرد که روشنفکران ایرانی در یه جامعه با اون همه پیشرفت، اون همه دانشگاه، اون همه صنعت، کماکان به حرفای دوران حزب توده بسنده میکردن یا کماکان با شاه قهر بودن و حاضر نبودن؟ من نمیدونم، ولی بعید میدونم. کمان که میگم دکتر صدیقی، میگه دکتر صدیقی آدم مخالف شاه که کمتره دیگه، 25 سال هیچ کاری قبول نکرده، رفته دانشگاه نشسته کارشو کرده، مرکز تحقیقات هم بوده کاری کرده. به محض اینکه احساس خطر کرد آمد در میدان دیگه. بله. بعدش هم شاپور بختیار اومد. بله. مصطفی رحیمی مقاله نوشت و خیلی ها دیگران، نه خیلی ها ولی تعداد قابل ملاحظه ای.
آی دکتر میلانی، از یه زاویه دیگه هم من متوجه شدم یک چیزهایی ناجور بود. من در تابستان گذشته تونستم با عده زیادی در ارتباط با همین مسئله به گفتگو بنشینم و نتایجی بگیرم. البته یه مقدارش با سوال برانگیز بود. مثلا دیدار داشتم با آقای حسن اشکبری که میدونید معممی هستن که خلیل لباس شدن و اکنون در اروپا زندگی میکنن. جالب بود که ایشون میگفتن از 15 سالگی طلبگی رو که شروع کردن به قم رفتن صرفا برای براندازی رژیم پهلوی هدف داشتن. چگونه است همچین چیزی؟ ببینید من بگم، من خیلی برای آقای اشکبری احترام قائلم، خیلی انسان فاضلی میدونم ایشون رو و انسان منصفی میدونم، ولی همه طلبهایی که در مدارس میرفتن بناشون سرنگون رژیم شاه نبود. طلبهایی که طرفدار آقای خمینی بودن اونها قطعا برنامهشون همین. بله. ولی طلبهایی که اکثریت طلبه ها رو تشکیل میدادن طرفدار آیت الله بروجردی بودن یا آیت الله شریعت مداری بودن، آیت الله میلانی بودن، قومی بودن، کویی بودن، حکیم بودن، اینا اصلا مفهوم ولایت فقیه رو هرگز به عنوان پدیده جدی نپذیرفتن. اونا مفهوم ولایت فقیه رو یه پدیده مندرآوردی آقای خمینی میدونستن. تقریبا تمام این آیت الله هایی که گفتم همشون روز آیت الله سیستانی، اینا آیت الله سیستانی ادامه دهنده اون سنته. این که بگیم همه طلاب قصد چیزی داشتن به نظر من تعمیم تجربه خود ماست. مثل این که من بگم همه دانشجوهایی که در خارج بودن ضد شاه بودن، نه، من بودم، عده زیادی مثل من بودن، یه عده خیلی زیادتری بودن که هرگز نپیوستن. طلبه هم همینطوره. بله، من عرض نکردم همه، فقط مسئله اینه که چگونه است که از 15-20 سال قبل از وقوع انقلاب جوان 15 سالی که به طلبگی پرداخته در راه نابود کردن رژیم پادشاهی برمیاد. یعنی هدفشون جایگزین رژیم پادشاهی به یک رژیم اسلامی است. با اون سخنرانی که خمینی میگفت، هیچ جای دیگه مشاهده نشده که خمینی از اون زمان هدف براندازی داشته. درسته آقای میلانی؟ ولی بستگی داره که کدوم قسمت از صحبتاش رو بپذیرید دیگه. یعنی اگه بعد از 15 خرداد، خب خیلی به شدت با رژیم شاه برخورد میکنه. قبل از 15 خرداد به نظر من قصد براندازی نداره، برای اینکه به شاه نامه می‌نویسه، دیدار میکنه. ولی ببینید، دوباره واقعیتی است در مورد دوران شاه. میگم الان حتما طرفداران شاه بارها دیدم که به من ایراد میگیرن که این حرف درست نیست، ولی واقعیتی است. ارقامشو من میتونم به اطلاع شما برسونم، پخشش بکنیم. تعداد حوزه های علمیه، انتشارات اسلامی، حسینیها، مسجدها، مدرسه ها که دست تعلیمات دینی بود و تقریبا اکثریتشون هم دست طرفداران آقای خمینی بود، اینها شروع کردن شبکه سازی کردن. مدرسه علوی و حقانی و همه اینا رو اینا در این دوران ساختن. شروع کردن انتشارات درست کردن، شروع کردن مجله درست کردن. طرفداران آیت الله خمینی یه مجله در می آوردن، آیت الله شریعت مداری یه مجله دیگه در می آوردن. برید تیراژاشون رو ببینید، برید بخونید خاطرات بعضی از این کسانی رو که الان می نویسن، زندگی مثلا خود این روحانی رو ببینید. روحانی در 12-13 سالگی از سمنان پیدا میکنن، میارن یه مدرسه در قم، در واقع به عنوان طلبه بودجهشون هم تامین، پولش هم تامینه، حالا پول محدودی است ولی تامینه، برای اینکه میخوان کادر سازی بکنن، مدرسه علوی رو درست میکنن. اینا داشتن شبکه میسازن، میساختن. ساواک هم به خیال اینکه اینا اسلامی هستن و فوقش اون بالای بالاشون رو که بزنی که رادیکالاشون هستن که منصور رو کشتن یا رزمارا رو کشتن، بقیه این بدنه حامی سلطنت، برای اینکه بقیه این بدنه ضد کمونیست، ضد مصدقه. اینا هم ضد کمونیست بودن، هم ضد مصدق بودن. بدون شک طرفداران آقای خمینی و آیت الله کاشانی نقش اساسی در برانداختن مصدق داشتن. برای من اصلا شکی درش نیست، نقش کلیدی داشتن. ببینید کاشانی رو ببینید با
نماینده سیای در ایران مذاکراتش اسنادش در اومده. ولی در نظر تاواکنان چون خطر عمده برای رژیم شاه کمونیسم بود و در وهله دوم مصدق، نیروهای اسلامی رو فکر میکردن که به استثنای اون مثلا چند تا آدم مزاحم بر بالا رادیکالشون، بقیه متحد اینا هستن. متحدشون نبودن، ضد کمونیست بودن، ضد مصدق بودن، ولی دایره قدرت داشتن. از 70 به بعد آیت الله خمینی دیگه عملا شمشیر رو از رو بسته، دیگه کتاب ولایت و فقیه و شاگرداش در آوردن. اونجا گفته هر حکومتی غیر از من، هر قانونی غیر از شرع حرامه. من تنها، من ولی فقیه تنها حکومت مشروع هستم و حکومت قانون هم، قانون مشروط هم نوعی کفره. قانون فقط شرع، رهبر فقط کمیلی. این از 71 گفته دیگه، خیلی پنهان نیست. ولی اون کتاب رو دوباره امروز که من به گذشته برمیگردم، میگه در گذشته آدم میخواست چیکار کنه. من اگه امروز به گذشته برمیتونستم برمیگردم، به محض این کتاب در میامد، من این رو اجباری میکردم در همه مدارس تدریس کنم، مردم بدونن که هدف اینها چیه. هدف اونا ایجاد همین رژیمی است که الان داریم. همه قدرت دست آخونداست، هیچ مسئولیت هم نمیپذیرن. 60% اقتصاد هم دستشونه، اوقاف هم دستشونه، به هیچ کی هم حساب پس نمیدن. آقازاده هاشون هم مردم و مملکت رو میچاپن. به نوعی اینا رو گفته، این که مملکت رو بدید دست آدم بیکفایت فقط به خاطر اینکه میگه من مسلمونم، اینجا هم یه علامت مهر خودش یا درست کرده یا داره. اینو نواب صفوی 1945 گفته، گفته وزارت اقتصاد باید بدیم بقاله است مسلمون محله، اقتصاددان هیچ به درد نمیخوره. این بلایی که احمدی نژاد بر سر اقتصاد ایران آورد، 700 میلیارد دلار، یعنی چند برابر تمام پولی که در 50 سال پهلوی به ایران عاید شد، در این 8 سال فقط به دست این ابله رسید. ببینید چه بلایی بر سر این پول آوردن، برای اینکه نگاهش اساسا نگاه نواب صفوی بود. مملکت رو بدید دست آقای قاسمی، یه مثلا تعویض و روغن داشته در قشم، اون میتونه صنعت نفت ایران رو حل بکنه. نه صنعت نفت میتونه حل بکنه و همه این بقالای مسلمون شدن دزدای قهارتر از هر دزدی در هر جای دیگه. یه مافیایی درست کردن که خودشون میگن بله دیگه، اقتصاد مال خر است. ما در روزهای آغاز انقلاب شنیدیم رو دیگه. بله دقیقاً. متاسفانه خب چوبش رو امروز داره ملت ایران میخوره، همینطوری که من و شما شاهد هستیم. ولی ببینید از زوایای مختلف که نگاه کنیم، حالا از آقای اشکبری که بگذاریم، در خود دربار شاهنشاهی بنیاد مذهبی خیلی قوی با حضور آقای نصر وجود داشت، حتی با یک دو سه متفکر اروپایی، دقت میفرمایید، فرانسوی، و خیلی گسترده بود. یعنی راه اعماد پیاده کردن هدف آقای خمینی رو از زوایای مختلف در کشور آماده کرده بودند. یکی دیگه از اونها این که آقای اردشیر زاهدی که میدونم شما هم با ایشون دیدار خیلی زیادی داشتید، ایشون در گفتگویی که با هم داشتن میگفت قسمت اعظم بودجه شخصی آقای امیر عباس هویدا، قسمت اعظم بودجهش رو خرج روحانیت میکرد. یعنی اون پولی که به روحانیت در قم و جای دیگه میدادن از بودجه شخصی ایشون میرفت به اونجا. اینم حتما شما در اسنادتون دارید، درسته؟ تو اسناد نداریم، برای اینکه اون بودجه شخصی که دست امیر عباس هویداست اسناد شرگز چاپ نشده و فکر میکنم اصلا اسنادی وجود داشته. این بودجه تنها گردانی است که میتونه خرج بکنه. ولی ببینید سوای اون اوقاف هم بود، اوقاف هم به اینا پول میداد. ولی به نظر من بخش عمده درآمد روحانیون مثل آیت الله خمینی از رژیم نبود، اونا از بازار میگرفتن. اونا دیگه شبکه‌ای درست کرده بودن برای جمع‌آوری پول. ولی به نظر من نکته بسیار مهمی که بهش اشاره کردید همینه که خیلی از دوروبری‌های شاه و ملکه از یه طرف امیر ارجمند و قطبی و اینها دوروبرش بودن، ولی از یه طرف دیگه سید حسین نصر بود رئیس دفترشون یه مدتی.
دفتر اشرف مجله داشت، روزنامه چاپ میکرد که در اون فردید مقالاتش رو چاپ میکنه، فردیدی که تمام نگاهش به جهان یک نگاه استبداد زده که از دلش همین ولایت فقیه در میاد. احسان نراقی دیگه مشاور هم ملکه در یه مدتی در روزهای آخر مشاورش، احسان نراقی تمام حرفش به صورت یک کمی باسمیش حرفایی است که داریوش شایگان هم میزد، یه مشاور دیگه ملکه. حرف داریوش شایگان اساسا این بود که تجددی که شاه منادیشه، تجددی که خود ملکه تجسمش و منادیشه باطله. معنویت شرقی، کتاب آسیا در برابر غربش رو بخونید، در همون زمان نوشته. اینها آقای نصر، شایگان، همه اینها ضد تجدد بودن. اساس حرفشون بفهمید، اساس صحبتشون که تجدد راه باطلی است. خب این ببخشید، این برمیگرده به روحیه ما مشرق زمینی ها به چه دلیل به این راه کشانده شده بودن؟ به روحیه ما مشرق زمین، من چیزی به نام روحیه مشرق زمین نمیشناسم. من روحیه به نام ایرانی هم به اون شکل نمیشناسم. روحیه ایرانی یه طرفش صادق هدایته، یه طرفش سید حسین نصر، حالا اینا در یک سطح با هم نیستن. بله. یه طرفش ذبیح بهروزه، یه طرفش اخوان ثالثه، یه طرفش بعضی دیگر اخوان ثالثی که اسم بچهشو میذاره زرتشت و بچه دیگرشو میذاره علی مزدک، و که خیلی جالبه کتاب در مورد در واقع بازگشت زرتشت می‌نویسه، یا برای دیگرش اینا هستن. ایران یه زمانی فردوسی داشته، خیام داشته، ابن سینا داشته، رازی داشته، سهروردی داشته. اینا قولهای تفکرن که اصلا این نوع اصطلاح خرافه پرستی و دین پرستی که اینها یا معنویتی که اینها میگفتن طرفدارش نبودن. وقتی که غربی ها هنوز وارد خرد و تجدد نشده بودن، ما در ایران خیام رو داریم، فردوسی رو داریم، فردوسی که یک عمر 30 سال میشینه برای اینکه خردگرایی رو و خرد ایرانی رو و زبان ایرانی رو، فارسی رو، در مقابل زبان عربی، در مقابل این جزمیاتی که داره از بیرون به ایران میاد، حفظ بکنه و حراست بکنه و کرد. 30 سال زحمت کشید و کرد. اون چرا ذهنیت ایرانی اون نیست؟ چرا بگیم که اینهایی که دنبال فکر عرب هستند یا لباس عربی تقلید میکنن، چرا اونها رو باید فقط ایرانی بدونیم؟ ایرانی خیلی ذهن درخشانی داره که گاهی هم این تیرگی ها درش رخ میده دیگه. من با شما کاملا موافقم، ولی خب خیلی از اینها مسئله برانگیزه. مثلا نگاه میکنید به همین جنبش دانشجویی که شما فعال بودید، من بدونه که فعال باشم، در اون 15 سالی که در اروپا بودم خب در کنارش بودم و حتی فیلم سازی رو در همون ارتباط شروع کرده بودم. به هر حال ما میبینیم اون قشری که در خارج از کشور تحصیل کرده بودن متوجه وضع آن روزهای ایران نمیشدن. یا مثلا برگردیم از به خود نهضت آزادی که عامل اصلی این دگرگونی بود، حالا ممکنه دیدگاهش ما فرق بکنه، ولی به هر حال آقای ابراهیمی یزدی و اون گروه، اینها اکثرشون در خارج تحصیل کرده بودن. خب به تاریخ که نگاه میکنیم آقای میلانی، میبینیم که اینها با وجودی که در خارج از کشور تحصیل کرده بودن، اینها طرفدار آزادی زنان و انتخابات یا رأی زنان در ایران نبودن. چگونه است آخه؟ عده‌ای که در فرنگ زندگی میکنن، با تمدن روز جهانی آشنایی دارن، ولی مایل نیستن در کشورشون زنهای ایرانی بتونن در انتخابات شرکت کنن. خب اون به نظر من نتیجه عقب افتادگی فکرشونه قطعا. کسی حالا فقط هم در فرنگ، نه در ایران هم زندگی بکنه. ما در ایران در زمانی که اینها مخالف حق رأی زنا بودن، البته نهضت آزادی میگه کاملا هم مخالف نبودن، ولی به هر حال آقای خمینی مخالف حق رأی زنا بود و نهضت آزادی پشتش وایساد، نه تنها در 15 خرداد بلکه در 79.
از 100 سال قبل توی این مملکت زنها داشتن برای حق رأی مبارزه میکردن، برای مدرسه مبارزه میکردن، حق تحصیل مبارزه میکردن، برای کشف حجاب مبارزه میکردن. این ببینید حرفی که شایع کردن و همه هم یه جوری پذیرفتن که کشف حجاب فقط به دستور رضا شاه بود، یه دستوری از بالا بود. من با کشف حجاب اجباری قطعا موافق نیستم، حجاب باید اجباری باشه، ولی کشف حجاب چیزی نبود که رضا شاه از بالا بیاد به جامعه تحمیل بکنه. نطفه های این از زمان قرة العین شروع شده، در دوران مشروطه هست، در دوران سدزیا به بعد هست، در دوران رضا شاه قبل از این قانون هست. هزاران مصداق این که چطور دارن زنها برای آزادی، برابری، حق رأی، حق حضور در جامعه، حق انتخاب لباسشون، حق طلاق مبارزه میکنن. و خب اگر نهضت آزادی نکرده، برای اینکه مدرسشون هم که اینقدر ازش تعریف میکنن، برید ببینید مدرسی که اینا اینقدر بهش اقتدا میکنن در مورد حق رأی زنان تو مجلس چی گفته؟ مخالف حق رأی زنان بوده. خب یه نوع تحجر دیگه. خارج هم بیایی، اگر مثل آقای یزدی تو خارج هم بیایی فقط مسجد درست کنی و امثال خودتون فعالیت بکنی، تأثیری در ذهنیتتون نمیده. ولی خیلی ها دیگر هم هستن که اومدن خارج یا در داخل خود ایران، احتیاجی نیست هم بیان خارج. خیلی از این افرادی که به روشنگری رسیدن، به باور به آزادی رسیدن، به باور به برابری زن و مرد رسیدن، بر ساخته خود فرهنگ ایران بودن. آقای دکتر میلانی، یک مسئله خیلی عمیق‌تر برای من اینجا مطرحه. با تحقیقات بسیار مختصری نسبت به شما که کردم تا این 40 سال، باز تکرار میکنم این بلایی که سر ملت ایران و همه ما آمده، خروج شاه از کشوره. من بی اندازه حساسیت پیدا کردم به این مسئله. یعنی امروز میخوام خدمتتون عرض کنم که معتقدم اگر پادشاه کشور رو ترک میکرد، امکان نداشت که ما به یک چنین ورطه سقوطی میرسیدیم. اگر اجازه بفرمایید و موافق باشین، در یک برنامه راجع به خروج شاه و عواملی که باعث خروج شاه شد، چون اون عوامل رو هم من خیلی پیگیری میکنم، شما بی اندازه بیشتر از من کردید، اگر مایل باشید در یک برنامه این موضوع رو زیر ذره بین بگذاریم. حتما در اولین فرصت. خیلی خوشحال شدم در این برنامه خدمتتون. منم همینطور بی اندازه خوشحال شدم. با امید دیدار بعدی در استنفورد البته. امیدوارم. خواهش میکنم. قربان شما. لطف شما. بینندگان گرامی، امیدوارم که به اندازه کافی از صحبت‌های دکتر میلانی مستفید شده باشید. میرویم به سویی که بتونیم خروج شاه رو در آینده مورد بررسی قرار دهیم. تا هفته آینده. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.